جایزه نوبل ارتباط تنگاتنگی با سیاست روز جهان داره. وقتی که من میگم سیاست روز، منظور این نیست که جایزه نوبل رو میدهند که یک حکومتی تثبیت بشود با یک یا یک حکومتی رو براندازند یا کسی به قدرت سیاسی برسد. منظور از سیاست روز این است که جایزه نوبل رو با توجه به مشکلات بین المللی که در سطح جهان مطرحه، یک سوژه رو که بیشتر از همه مورد نظر میگیرن و بعد فرد یا افرادی که اون سوژه رو بهتر نمایندگی میکنند بهشون جایزه میدن که از این طریق نورافکن بیفته روی اون سوژه‌ای که در جهان مورد بحث و بحث و ایجاد مشکل کرده. از این منظر که نگاه کنیم میبینیم در یک سال گذشته مسئله حقوق زن در جهان خیلی مطرح بوده، یکی به خاطر مقاومت زنان در افغانستان در برابر طالبان، یعنی جایی که مردها هم رفته بودن خونه و یا کشور رو ترک کردن، میبینیم که چطور زنها شجاعانه در قبال طالبان میستن و برای حق خودشون میجنگن. و همچنین در ایران زنان شجاعانه برای حقوق از دست رفته خودشون مبارزه کردن. شعار زن، زندگی، آزادی فراگیر شد، نه تنها در ایران بلکه در جهان. بنابراین یکی از سوژه هایی که الان در جهان مطرحه مسئله حقوق زنه و در ایران و همچنین افغانستان خیلی مبارزات زنان چشمگیره و از این رو من فکر میکنم که مبارزین ایران که اسمشون در شورت لیست جایزه نوبل آمده شانس بیشتری دارند. امیدوارم که امسال ایران جز برندگان جایزه صلح نوبل باشه و همچنین افغانستان، برای اینکه این دو کشور زنان به خوبی مبارزه کردند و نمایندگی می کنند حقوق زن را در جهان.